درسته، دقیقا همینطوره. مشارکت های کلیسایی میتونه بر اساس کلام خود، همینطور که در تمام این نوع نشانه وقتی گفته شد، چقدر مفید باشه در زندگی ما و مشارکت های ما و باعث جلال نام خدا بشه در تمام اون کاری که ما به عنوان اعضای سالم در کلیسای سالم میتونیم داشته باشیم. اونجاست که میتونیم قدرت به قول معروف کلام خدا رو درک بکنیم و ببینیم. خیلی وقتا ما راه رو اشتباه میبینیم، بعد میگیم قدرت تموم شد، مال قدیما بود، الان دیگه هیچ قدرتی در این کلام نیست، ولی نگاه نمیکنیم از چه راهی وارد شدیم تا برسیم به اونجا، راه رو درست رفتیم یا نرفتیم. اگر اجازه بدید من کنار کتاب های بسیار مفیدی که شما اشاره کردید، کتاب دکتر کارکنیان رو معرفی بکنم. من خودشون رو از نزدیک ملاقات کردم، استاد من بودن و بسیار شخص دانشمند و تحصیل کرده هستن. حتی دیکشنری یا دایره المعارف مسیحی رو ترجمه کردم و انجام دادم با یه گروهی و بسیار شخص سرشناسی هستن. ایشون صحبتی رو که در کتاب خودشون میکنن، در واقع کلیسا و Introduction to Ecclesiology یا در واقع مقدمه ای به کلیسا شناسی، در این کتاب ماهیت کلیسا رو از دیدهای مختلف بررسی میکنن. از دیدگاه کلیسای کاتولیک بررسی میکنن، ارتدوکس، پروتستان و میان جلو و همینطور صحبت میکنن. یه صحبتی رو که من فکر کردم وقتمون کوتاه، صدقه یکم به چالش بکشیم، چون صحبتی که نه فقط کلیسای کاتولیک و نه فقط کلیسای ارتدوکس، بلکه حتی مارتین لوتر روش تاکید داشت، بتونیم حداقل راجع به این بخش یکم صحبت بکنیم. مارتین لوتر تعریفی که از کلیسا میده به طور خلاصه، میگه جماعت مقدسین که گرد هم جمع میشن و کلام خدا یا انجیل خدا موعظه میشه در اونجا و انجام ساکرامنتس یا اون چیزایی رو که مسیح به ما دستور داده، آیین مقدس که توش حالا توی شام مسیح هست، تعمید هست و چیزهای دیگه. توی باوری که شما توی تحقیقاتی که شما کردید و دیدگاهی که شما دارید بهش نگاه میکنید، انجام آیین مقدس چقدر نقش داره در تعریف کلیسا؟ چون ما همیشه کلام رو صحبت کردیم، ما همیشه در واقع جماعت مقدسین رو صحبت کردیم که کلیسا فقط یک ساختمان نیست بلکه جماعته، اما جایگاه آیین مقدس در باور مسیحی امروز کلیسای ایران کجاست؟ ببینید وقتی ما صحبت از آیین مقدس میکنیم، باز وقتی برمیگردیم به اعمال رسولان، اینها به صورت خیلی ساده اتفاق میافتاد. وقتی میگه که افراد داراییشون رو میفروختن، میبردن، میذاشتن پای جلوی پای رسولان، یا در واقع در همه چیز با هم دیگه شریک میشدن، نان رو با هم پاره میکردن، خب همون مسئله عشای ربانی، یا هدیه میدادن، یا با هم دعا میکردن، سرود میخوندن، مزامین میخوندن، خب اینا به صورت خیلی ساده ای در همون قرن اول یا همون کلیسای اولیه اتفاق میافتاد. چیز عجیبی نیست که حالا ما یک تایتلی بخوایم بذاریم یا بگیم اگر این اتفاق نیفته چی میشه، یا اگه اتفاق بیفته وای مثلا چه چیز حتما باید باشه یا نباشه. اینها در یک کلیسای سالمی که بیس و پایش کلام خداست نرمال باید باشه. نمیتونیم بگیم که یک تایتل جدای از کلیساست. مأموریتی که کلیسا داره این هستش که در هر قسمتی، اگر در این قسمت واقعا هر کلیسای موفق باشه، میتونیم بگیم کلیسایی که در مأموریتش موفقه، در هر قسمتی افراد و اعضای اون کلیسا رو تجهیز بکنه. در پولس در رومیان باب 12 آیه 5 میگه، در افسوسیان باب 4 آیه 12 میگه مرد خدا برای هر چیز تجهیز بشه مطابق کلام خدا. پس اگر کلیسا ایمانداران رو، اعضای کلیسا رو تجهیز بکنه مطابق کلام خدا، برای خدمت، برای تعلیم، برای شاگردسازی، برای هر قسمتی که ما اسم میذاریم براش، اون کلیسا موفقی در قسمت مأموریتش. خب اون آیینی که شما میگید حالا در کلیسای مختلف به شکل‌های مختلفی اجرا میشه، میگم خیلی وقتا ما اون تعادل رو فراموش میکنیم. حتما برای انجام عشای ربانی میگیم از این در بیایید، از اون در برید، یا بشینید ما بهتون نون و شراب و میار. اینا چیزاییه که اونقدر حیاتی نیست. این انجام این آیین بودنش خوبه، در حد متعادلش، نرمالش خوبه. پولس میگه تعادل شما بر مردم آشکار بشه، مردم بیرون، حتی مردم وقتی وارد کلیسای ما میشن یه تعادلی درش ببینن. کسی نفی نمیکنه بودن این آیین رو، ولی هدف این نیست که ما آیین رو در واقع به مردم ارائه بدیم. هدف این هست که کلام خدا موعظه بشه، بشارت داده بشه و شاگردسازی بشه، دو پیگیری بشه وضعیت اعضای کلیسا.
به اعضای کلیسا از نظر کلام خدا رسیدگی بشه. خب ما هنوز وقت داریم، یه وقت کوتاهی رو داریم، اگر میخوای که یه جنبندهی داشته بشه، حتی صحبت بسیاره ولی چون وقت نداریم، من یه پرسش دیگه بپرسم تا این قسمت برسیم. میدونم الان مدت هاست تو این قسمت داری تحقیق میکنی یونا جان، و از نزدیک هم با کلیسای ایرانی، فکر میکنم با چندین کلیسای ایرانی هم کار کردی و در ارتباط بودی و هستی. تو کلیسای، شاید سوال سختی باشه، شاید هم نخواهی جواب بدیم، از اون تجربه‌ای که تا الان داشتی با برخورد و خدمت در کلیساهای مختلف ایرانی، تو کلیسای ایران رو در چه، در کدوم قسمت از این فرآیند تکامل می‌بینی؟ می‌دونستم اینو. ببینید من همونجوری که گفتید دارم کار تحقیقاتی انجام میدم. امیدوارم تحقیقات من در یه روزی به یه نتیجه کاملی برسه. ولی جالبه، مثلا به عنوان مثال 20 سال پیشتر ایران ما می‌دیدیم که تا به امروز هم دارم می‌بینم که کلیسا دائما در حال تکامل، در حال رشد و همینطور در حال خودش هم در حال این هستش که امتحان می‌کنه. یعنی اگر میرسه به یه جایی می‌بینه مسیر درستی نیست، مسیر رو عوض می‌کنه. اتفاقا من میگم کلیسای موفقه که اشتباهات درش صورت بگیره. این کلیسای اشتباهی توش نباشه که بعد ببینیم چه اشکالی داره که اشتباه نمی‌کنه. من فکر میکنم که کلیسای ایران هر دو روی سکه رو دیده، یعنی هم روزهایی داشته که بسیار ضعیف بوده، هم روزهایی داشته که بسیار قوی بوده. من کلیسای ایران رو نه فقط در ایران، حتی در کشورهای دیگه وقتی نگاه میکنم و دیدم، رفتم با خیلی از خادمین ملاقات کردم، همه رو در حال یک رشد میبینم، در حال یک پیشرفت میبینم برای رسیدن به یک هدف مشخص. یه بعضی جاها خب سرعت کنده، به خاطر اینکه هر زمان ما از کلام خدا فاصله میگیریم سرعت ما کند میشه، هر زمان موعظه ما دور میشه و میره سراغ چیزهایی که من دوست دارم و شبان دوست داره و تیم رهبری دوست داره، خب سرعت کند میشه، بعد تجربیات عجیب و غریب وارد کلیسا میشه که خوب نیست. ولی هر چقدر ما بیشتر برگردیم الگومون رو به کلام خدا، با اون چیزی که خدا به ما داره نشون میده، به اون قسمت برگردیم، خب سرعت ما تو این قسمت جواب زیرکانه. حالا به خاطر جواب زیرکانه یه پرسش دقیق تر بپرسم. میزه به جاگ اینجوریه، از یک تا ده یه عدد. خب این نشانه ها رو ما نگاه کردیم، این نه تا نشانه اساسی از کتاب مقدس ببینیم. فکر میکنید کلیسای ایران در تجربه هایی که شما داشتید، در کدوم یکی از این نشانه ها بیشتر موفق بوده و در کدوم یکی از این نشانه ها باید بیشتر کار بکنه؟ من یادم با دکتر ساسان توسلی که یکی از دوستان خیلی صمیمی من هست، با هم دیگه صحبت می‌کردیم، گفتیم ما هم به دیدگاه‌های کاریزماتیک در کلیسا احتیاج داریم، چون اونها باعث میشن خیلی از افراد جلب مسیح بشن، هم به وجود انجیلی‌ها و اونهایی که یک کمی تو این قسمت خیلی آنست و مستقیم هستن و خیلی کلام خدا براشون مهمه، چون احتیاج داریم به شاگردسازی در کلیسا. من فکر میکنم که این دو نفر در کنار هم نگاه کنم، نه مثلا اینکه باید اتفاقا یه روزی اینها در کنار هم قرار بگیرن به فیض مسیح. من فکر میکنم که کلیسای ما در حال حاضر با این رشدی که آدم میبینه، نه فقط هم در ایران، آخه ما همش هم زوم رو در ایران میذاریم، در اروپا به همین صورت، در میدل ایست همینطور، در خاورمیانه همینطور داره رشد میکنه، در آمریکا همینطور. من فکر میکنم بیشتر در قسمت رهبری کلیسا ما احتیاج داریم که یه مقدار بیشتر توجه کنیم. من با کمال فروتنی، با کمال احترام به تمامی خادمین کشیشان و تمامی عزیزانی که در این قسمت خدمت میکنم، فقط اگرم واقعا اینجا هستم برای اینکه یه مقدار ایجاد سوال بکنم در ذهن این قشر از عزیزان که فکر بکنیم در قسمت رهبری، مطالعهمون یکم بیشتر بکنیم، ببینیم واقعا در یک کلیسای سالم مسیحی روش رهبری به چه صورتی باشه. من خودم در خیلی از قسمت‌ها که البته واقعا نسبت به خادمین بزرگ میتونم بگم سرم اندازم پایین و فروتن باشم، خیلی اشتباهات کردم و برگشتم توبه کردم، گفتم خداوند من ببخش، این اشتباهاتم درست نبوده. همه ما تجربه می‌کنیم، ولی خوبه که کلام خدا رو بخونیم. خوب میبینیم پولس مشایخ تعیین میکرد، این مشایخ چه خدماتی انجام میدادن، خودشون تحت چطور پاسخگو بودن به مشایخ دیگری و چطور نظارت میشد بر کار اینها. یه مدار اگه تو این قسمت مطالعه بکنیم، فروتنی داشته باشیم، بپذیریم که کار ما نیست، کار خداست، به زبان پژواک اگه بخوام بگیم
کلیساهای ما اکثر خادمین اکثر استفاده نکردیم. بعضی از کلیساها توی قسمت رهبری پاسخگو نیستن به مجامع بزرگتر شیوخ. بله. برای همین خیلی سخته به اونها بگیم که برو و مطالعه بکن. پس عزیزان لاغر از همین اعضای ساده که هستی شروع کن به مطالعه کردن که لاغر بله. وقتی به رهبری رسیدی بتونه اون اطلاعاتت کامل باشه در مورد رهبری سالم. وقتی خیلی کمه، فقط دو دقیقه است، ولی در کنار این من فقط میخوام یه اشاره دیگه بکنم و اون اینه که نه فقط رهبران به مجامع مسیحی مشایخ پاسخگو هستن، بلکه به اعضاشون. چرا که هر کدوم از ما نسبت به اعضایی که میاد تو کسیم به خدا جوابگو هستیم و خودمون رو نه فقط چه رهبران چه اعضا، خودمون رو نسبت به هم متعهد بدونیم. چرا که ما اومدیم تا با هم رشد بکنیم و کسی که رهبر دلیل برتری شخصیتی نداره، بلکه دقیقا. مسئولیت سنگین‌تری داره. ما باید کامل متوجه بشیم که ما خادم مردم هستیم. آمین. درست، دقیقاً. خب آخرش گرم شدی یا راحت؟ آره الان گرم شد. برفون خبری نیست. خب دوستان عزیز بگو. نه میخواستم تشکر کنم از این وقتی که گذاشتی، خدا برکت بده. به فیض خدا باز شما رو توی برنامه خواهیم داشت تا قبل از اینکه سرت شلوغ نشده. خواهش میکنم با برف و افکت های جدید. مرسی از دعوت شما، ممنونم از توجه شما عزیزم. بله، تا قبل از اینکه گردباد بیاد و ما رو از اینجا برداره ببره بهتره که با زبون خوش بریم. ولی خوشحال هستیم که باز هم تونستیم در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. بازم ممنون یونای عزیز، خدا برکتت بده. باز هم یونا رو خواهیم داشت به عنوان مهمان در برنامه‌های آینده. برای موضوع هفته آینده میتونید در فیسبوک پژواک برید و صحبت‌ها رو بشنوید و صحبت بکنید تا بتونیم یه مشارکت دو طرفه داشته باشیم. مثل همیشه میگیم دوستتون داریم و خدا نگهدار. هفته آینده همین ساعت همین شبکه برنامه پژواک.